اگر هر یک انسان در خانه هدف را کشاده به آن نظر افکند، راه رسیدن به مقصود برایش آسان می‌گردد. درود میگویم به شما بینندگان عزیز تلویزیون دوشنبه، ما تهیه‌گران برنامه درخش هنر. این نوبت نفری را برایتان معرفی کرده باشیم که همکنون تلاش جهیدن برای مقصود را دارد و در صحنه هنر چهره نمایی دارد. دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب‌خواجا ستاروف، سراینده جوان محمدزاده موزونه. موزونه شما را خوش آمدید میگویم به برنامه درخش هنر. سلام خود را به همه تماشابینان تلویزیون دوشنبه میرسانم. در آغاز صحبت میخواستیم فهمیده باشیم چرا شما محض رو آوردید به سرایندگی؟ این آرزوی کودکی شما بود و یه چیزی دیگر؟ آره، این از خورده هوس و شوق و هوس من به سرود خواندن زیادتر بود و من از خورده همین کسب را به خود آموختم. سرایدن سرود را من به خود انتخاب کردم. در دل غیر از سراینده شدن باز یکون کسب دیگر را نمی‌پروردید؟ نه، راستی در کودکی فقط ما خوشمان با بازی بود. از خانه سحر برآمده اول کارهای خانه را میکردیم و بعد از درس دیگر راستی یکون کاری نبود که من هوس کنم. فقط تیار میشدم بعد کنسرتایی که در شهر خودمون میشد، من هر لحظه سرود از یاد میکردم، سرود میخوندم. غیر از سرود خوندن یکون کسب دیگر در سرم نبود. کدام سراینده رو دیدید که باز مهر و محبت صنعت و هنر در دل شما باز زیادتر جوش زد؟ اولا منیژه دولتوه رو میدیدم، شبنمی سرایی رو و بهرام غفوری رو که از خردی آنها رو میدیدم، بسیارتر همین سراینده های تاجیک خودمون رو گوش میکردم. بعد نگینه راوپوا، حافظه هایی که پیش از ما جوانان بودند، از ما بسیارتر در باره سرود خوانی، در باره معلومات موسیقی زیادتر بیشتر بودند، ما آنها رو بسیارتر گوش میکردیم. هیچ نباشد در رادیو ها گوش میکردیم و از همون دور به دل من شوق رغبت بسیارتر شد و من همین راه رو پیشه گرفتم. وقتی که شما رو آوردید به سرایندگی، رو آوردید به صحنه هنر، آیا والدین راضی بودند و یا ناراضیگی بیان میکردند؟ مادری من مرا دستگیری بسیارتر میکرد. نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه خواهر، اصلا گیرم اویلای ما یکان تشدید نبود. خصوصا مادرم در انتخاب کسب فرزندان یکان ناراضیگی برای فرزندانشان بیان نمیکردند. پدرم نیز دستگیری میکنند، هرچند که دستگیری هم نکنند، یک سخنی آنها برای من کفایه، دخترم با پیش. هیچ وقت خودت رو افتاده نکن. در هر یک کنسرت سروده هایی که من میسرایم، پیش از همه مادرم با من به حکزوری میکند، بعد من به صحنه هنر میبرم. از بلندی بزیر نگریستن یک فلسفه عجیبی خود رو دارد. امروز ها که شما در قله هنر قرار دارید، پیش از همه از آنمون خاطرات خود وقتی که به یاد میارید، چگونه باری اول روی صحنه برآمدید، چگونه باری اول سرود را بهر مخلصانتان پیشنهاد کردید، آیا خاطره ها وقتی که در ذهن شما چرخ میزند خود را چگونه حس میکنید؟ همون دوره ای که من در شهر راغون اولین بار روی صحنه برآمده بودم، همون وقت ها را در یادم آوردم. در آنجا من به نهایت ترس خود را هیچ فراموش نمیکنم. حالا که در یادم، در خاطرم میبیاید، بسیارتر به من خنده‌آور میتواند، برای که من به نهایت ترسی سخت ترس داشتم در آنجا. تماشابینان خیلی خوب قبول کردند و بعدا ما را به مکتب میرالله عطایف روان کردند. وقتی که شما مکتب اینترنتی مخصوص جمهوریوی به نام میرالله عطایف را ختم نمودید، خب بعدا باز آمدید به بارگاهی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب‌خواجا ستاروف. خب زیادتر در مکتب اینترنت به شما کدام استادان زیادتر کمک میرسوندند؟ اولین استادم رحیموف عبدالقاسم باشند و بعدا که به مکتب میرالله عطایف آمدم، در اینجا استادم گلوف دل شد.
اون کس بودن که مرا بسیارتر که چیزی که خودشان میدانستن از استادان خود یاد گرفته بودن آموخته بودن با ما هم اینچونین می آموزاندند استادان به نهایت بشمورند سراینده رو چی معروف می سازد؟ سیمای زیبا و یا آواز شیردار؟ سراینده رو بسیارتر آواز خود معرفی می کند بعدا سیما بعدا رکلامه سراینده اگر آواز نداشته باشد سراینده من فکر نمی کنم وای سراینده سراینده باشد خب شما رو کدومش زیادتر با فکر شما میان مخلصان مشهور کرد رکلامه سیمای زیبا و یا آواز شیردار راستی بسیارتر من اولین سرودی که سراییدم مرا با همون سرود میشناسند انار انار بعضی آدم ها هست که مرا شکلا ندیدند ما فقط گفته میتونم نام شما چی میپرسن میگم موزنا کدوم موزنا انار انار میگم بعد همش مرا میشناسند اساسا آواز در سراینده مهمترین چیز میباشد دوید بود که شما رو میان مخلصان شهرت یار کرد همین دوید با توصیه کی بود این دوید رو به من قربان علیف پیشنهاد کردن و اولا روزینه بودم در سرودن سرودی دوید برای که پدرم راستی اجازت نمی دادن که من دوید سرایم می گفتن که اگر خواهی که ستاره صنعت شوی خودت تنها یگان سرود تیار کن و خودت تنها خون و بعدا که من راستی از پدر مادر پنهان داشتم من روزینه بودم دوید خوندم بعدا روزی شدم پدرم واسطه اینترنت از شهر مسکو و تماشا کردن بعدا من رو زنگ زدن که دخترم تبریک سرودهای نو به نهایت به ما پسند آمد و من خرسند شدم در انتخاب سرود و آهنگ کی کمک رسانی شماست؟ اولا از استادان خود میپرسیم اول که آهنگ گرفتیم سرود گرفتیم بعدا به آنها پیشنهاد میکنیم مثلا گویند که میشود یا نمیشود پس آن ما از پسی کار خود میشویم در چند جا معرفی کردم من سرودی که میگیرم سرودی که سرایدنی میشوم اولا پیش از همه به مادر خود پیشنهاد میکنم زیادتر با شما در کدام ژانر سرود خوندن قلعی تر است ژانر خلقی استراده با من بسیتر پسند است چرا زیادتر امروز ها رو میارید با ژانر استراده فکر میکنم که علاقه پیش روی ها ترقیات تاجیکستان ما صلح و وحدت تاجیکستان ما به دل جوانان پسند میاید بیشتر سرود های استراده خلقی از همین سبب باشد با من بسیتر استراده خلقی بسیار پسند است. من شش مقام رو بسیار تر دوست می دارم. فلک رو نیز همچنین. همه ژانرهایی که در صنعت موسیقی ما وجود دارند من آنها رو همش رو حرمت می کنم. به نهایت دوست می دارم. اویدی نوگانی های ایجادیتون می خواستیم فهمیده باشین. می خواهم سرودهای خلق تاجیکونه و سرودهای استرادی وطن مادر صلح و امانی بسیارتر همین سرودها رو میخواهم سرایدن البته کوشش میکنم که سرودهایی که من تیار میکنم تاجیکی باشن در آینده چی نقشه های جدید داره؟ ما البته کوشش میکنم که در آینده سرودهای نو به نو کنسرت خود رو گذاریم و از پای سروده های نو می شویم آیا هست سروده که به نزدیکی پیشکش مخلصانتون می گردن؟ بله هست یک سروده آرومی که تیار کرده استاده هم باشد که پیشنهادی مخلصان خود گردنم می توانم یه چور مصرش رو زمزمه کنیم امشب اگر یاری کنی ای دیده توفان می کنم آتش به دل می افکنم دریا به دامان می کنم
میجویمت میجویمت با آن که پیدا نیستی، میخواهمت میخواهمت هرچند پنهان میکنم، میجویمت میجویمت با آن که پیدا نیستی، میخواهمت میخواهمت هرچند پنهان میکنم. تشکر زیاد موزونه برای یک صحبت گرم و صمیمی. ما تهیه‌گرانی برنامه درخش هنر در فعالیت من بعد ایجادیتان همیشه برور و موفقیت های بی نظیر رو تمنا داره. سلامت باشید. تشکر زیاد. لحظه های عمر مثل سمند بادپا تیزگامند که چگونگی در گذشت آن را هیچ یکی از ما احساس نمی کنیم. اکنون بینندگان عزیز، دقیقه های برای برنامه ما جدا شده به اتمام رسید. سعادت روزگار و سعادتمندی را برایتان تمنا داریم. خیر، تا دیداری نوبتی.